الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز سلام، وقت بخیر، ان شاء الله که صحت سلامت باشین. بیننده برنامه دنیای ورزش هستین. سروش هستم، دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشین. اما قبل از همه باید بگیم که رقابت های لیگ برتر کرکت کابل را هم فراموش نکنین که از طریق تلویزیون آریانا نشر خواهد شد. این رقابت ها روز دو مسابقه را شاهد خواهد بود که تنها و تنها از شبکه آریانا نشر میشه. همچنان از صفحات وبسایت ما هم میتونید که این مسابقات را بیننده باشین. مسابقاتی که با حضور ستاره های تیم ملی کرکت افغانستان برگزار میشه و برنامه های که در چارسوی KPL خواهد بود را تنها از شبکه آریانا خواهد دیدین. هایلایت مسابقات هم از طریق صفحه یوتیوب ما که صفحه آریانا اسپورت هست میتونید بیننده باشین. شما در جریان هستین که از ورزش مویتایی که اکسپ که برام پاهایت دارند، ستاره های از افغانستان به مسابقاتی در ایران رفته بودند که خوشبختانه دستاورد خوبی هم داشتن از این مسابقات. در بخش اول برنامه میخوایم که با جمیل محمدی مربی و مسئول سبک پاهایوت افغانستان صحبت بکنیم. در بخش دوم هم دو مهمان خواهد داشتیم از مدالیست های ما که در این ورزش رفتن و برای ما مدال کسب کردن. دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما را همراهی بکنید. آقای محمدی سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام خدمت شما و تمام هموطنان عزیز ما، ورزش دوستا، ورزشکارا، خدمت یکایک اینا سلام عرض میکنم. بسیار تشکر. آقای محمدی میخوایم که اول کم پاهایوت تعریف کنیم که پاهایوت ورزش کم واضح تر شد به مردم چون کمی ناشناست. پاهایوت یکی از رشته های ورزشی رزمی رینگی هست که مانند کیک بوکس یا مویتای بگویم. تفاوت هایم داره. افغانستان از سال 2015 به این سو عضویت از یک سازمان داره، در رویدادهای مختلف از این شرکت کرده که در سال 2015 ما فقط از افغانستان 3 ورزشکار در این مسابقات اشتراک داده بودیم که یکی از این ورزشکارها سهراب سلحشور بود که از قهرمانای نامی فدراسیون مویتای هست و یک تعداد دیگه شان ورزشکارهایی بود که از مهاجرین شرکت داده بودیم. و در سال 2016 تیم پاهایوت افغانستان دستاورد خیلی خوب داشت که در 3 دورش بود که 11 مدال طلا ما گرفتیم در جزیره کیش برگزار شد. معمولا این مسابقات و این رویدادها را ما هر آن چیزی که در استایل مویتای هست و متضاد با برنامه های مویتای نیست ما از قبل در چوکات برنامه های فدراسیون پیش می بردیم، ولی امون زمان هم یک چیز جدا از برنامه اصل مویتای، چون اصل مویتای یک برنامه خاص خود داشت و اینم در کنارش پیش می بردیم. خوشبختانه ورزشکارای ما باز هم دعوت شده این مسابقات که مسابقات در شهر رامسر در ولایت مازندران شمال ایران بود که از تاریخ 5 سرطان تا 9 سرطان مسابقات جریان داشت که ما ورزشکارای ما را از داخل افغانستان هم شرکت دادیم و یک تیم از مهاجرین هم شرکت دادیم در این رویداد و خوشبختانه دستاورد خیلی خوبم داشت که 6 مدال طلا گرفت در مجموع تیم افغانستان و 2 نقره 3 برونز که در جایگاه تیمیم جایگاه دوم گرفت، چرا که خود ایران تیمش خیلی بزرگ بود، 3 تیم شرکت داده بود ایران اما حق میزبانی که داره دیگه کشورهای مختلف هم که در این رویداد شرکت کرده بود تیمای خوبی بود که آمده بود. آقای محمدی از سال 2015 که تاکنون ایجاد کردین این سبک را سبک در کدام ولایت ما فعالیت داره فعلا؟ اما تو که پیشتر من یادآور شدم سبک پاهایوت فقط در کابل بود، در داخل بین مویتای کارا بود. ما این را فدراسیون جدا مانند ورزش‌های رزمی سبک جدا که در ولایت ها نمایندگی های دیگه ایجاد کنه یک پراکندگی یا بی‌نظمی در بین ورزشکارا بیاره این کار ما نکردیم، چون طبق همو قرارداد و پیمانی که ما با سازمان هم داشتیم گفته بودیم که ما ورزشکارایمون چون سبک مسابقهش یکی است، کل برنامه‌اش یکی است، هر زمانی که تیم لازم بود ما ورزشکارای ما در رویداد اشتراک می‌دیم. تفاوتی که با مویتای داره پاهایتی است که اگر برنامه چی میکنه کیرم بر شما بگویم بفهمید که مویتای ضربه آرنج داره، وای کرو داره، پاهایت از اینا نداره. دیگه در این اواخر رشد خوب میکنه، رویدادهای خوب برگزار میکنن در کشورهای مختلف هست. دیگه ما به خاطر از اینکه اون میادین هم خالی نمانیم و ورزشکارهای ما یک شانس داشته باشه که در یکی از رقابت ها شرکت کنه ما
همه ساله که دعوتنامه می فرستاد ما تیم اعزام میکردیم. ما امسال هم وقتی که دعوتنامه بر ما روان شد و ما یک تیمی را از ورزشکارای مویتایی که دور از بعضی برنامه های فدراسیون فعلا هست اینا را تیم تشکیل دادیم و اشتراک دادیم. خوشبختانه که دستاورد خوبیم داشت. چندمین دوره مسابقات بود که رفت ورزشکارای ما؟ این ششمین دوره بود. چند کشور بود؟ 10 تیم بود، 6 کشور در شرکت کرده بود. درست. ورزشکارای ما در مجموع چند رقابت انجام دادن؟ ورزشکارای ما این دوستای ما که مدال طلا گرفته 3 برد کردن، اکثریت در سه برد در مدال طلا رسیدن. یک چیزی که برای من جالب توجه است، اکثرا ورزشای رزمی یک فرم داره، یکی هم خود مبارزه است. یا در این ورزش پاهایوت هم داری؟ در ورزش پاهایوت دو سبک مبارزه داره که یکیش نزدیک به سبکای ام ام ای هست با کم تفاوت و یک بخشش همین مبارزه سرپای هست که فرم و تکنیک نداره. درست. 6 طلا و 2 نقره و 3 برنز گرفتیم. بله. ما فقط 2 ورزشکار اینجا داریم. همه ورزشکارانی که رفته بودن از کابل رفته بودن یا نه؟ فقط ما چون گفتم در قالب دو تیم شرکت دادیم، یک تیم کلان از ماجرین بود و در یک تیم دیگه ما حدود 3-4 وزن از ماجرین داشتیم که ورزشکارای ماجرین ما عارف صالحی ورزشکار خوب بود، 75 کیلو بازی کرد. یک عارف خیلی سرسخت خودش شکست داد، در بازی دوم بازی رو واگذار کرد، مدال برنز گرفت. ورزشکار دیگه ما هم که سلطانی بود، آقای حسین سلطانی، حسن سلطانی که در وزن 71 کیلو شرکت کرده بود. دیگه ورزشکارم که از بخش بانوان بود که اونا از ماجرین شرکت کرده بود. درست. داورم داشتین در این مسابقات یا نه؟ بله، در این مسابقات ما مثل همیشه یک تیم کامل برده بودیم. ما 4 داور داشتیم که یک داور از بخش بانوان بود که در ماجرین شرکت کرده بود که خانم نفیسه سلطانی بود و قیس رستمی از داورای ملی ما از کابل رفت و رمضان سبحانی و امیر قم که دوست دیگه ما حبیب الله پارسی از ورزشکارای مهاجرین بود که در این رویداد مسابقات داوری کرد. از بخش بانوان تنها مهاجرین ما ورزشکار داشت یا نه؟ از افغانستان رفته بودن؟ مهاجرین بود. میشه تیم مهاجرین بدانید چند ورزشکار، چه تعداد آقا چه بانو بود؟ مهاجرین یک تیم ما که بود کلان آقایون بود، اما 15 ورزشکار آقایون شرکت کرده بود. کوام دستاورد خیلی خوب بود، تیم مهاجرین ما 5 مدال طلا گرفت و مسئول مدیر عمومی تیم های پاهایوت که بود آقای مهدی رضایی و مسئول تیم مهاجرین ما که در مسابقات شرکت داده بود آقای سید حسن موسوی بود که ورزشکار خوب ما است. خودش هم قبلا در می مسابقات پاهایوت در وزن 71 کیلوگرم در سال 2016 اشتراک داده بودیم. میشه درست. فعلا برنامه چیست برای ادامه کار؟ یک اشاره ای که شما رساندین برای من کم سوال برانگیز بود که ورزشکارانی که از سبک از فدراسیون محیط از برنامه هایشون به دور ماندن، میشه کمی این قسمت هم وضاحت بتن؟ بله، یک تعداد از ورزشکارای ما قهرمانای ما مدال‌آورایی است که افتخارات زیاد سالهای زیاد برای افغانستان کسب کردن. فعلا بنا به دلایل دچوکات تیم‌های ملی یا شانس داد برشون داده نشده که رقاب مسابقه کنن یا به یک نحوه کنار زده شده، اینا فعلا با فدراسیونی که فعلا سرپرستا اداره میکنن اینا کار نمیکنن. نگه شما چی؟ من شخصا خودم کار نمیکنم. من از روزی که فدراسیون مویتای یک بزرگوار آمد خودش سرپرست اعلان کرد، 10-12 روز تیر شد یک بزرگوار دیگه آمد سرپرست شد، من شخصا کار را کردم. چون من ورزش مویتای فعلا در چه وضعیتش پس با این وضعیت؟ والا این را دیگه باید از مسئولینش از نظر شما یک سالها مربی تیم ملی بودم. من از اینکه سالها عمرم برای مویتای مانده شده، یعنی جدا از اینکه مربی بودم، جدا معاون فدراسیون بودم، ما مویتای دال نابودی میبینیم. فعلا برنامه ای داره؟ والا برنامه ای که چی بگم، بعضی مسابقات ها در ولایت ها برگزار میشن و او مویتایی که توقع ملت ازش داشت، او مویتایی که توقعش ما رسانه ها داشتیم در سال 2018، در سال 2019 پر افتخارترین فدراسیون های افغانستان بود که خود تربیت بدنی اعلان کرد و شما رسانه ها همیشه او را تعقیب کردین که مویتایی که هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی جایگاهی که داشت
و این محیط هایی که فعلا ما میبینیم هیچ توقع نمیره. شما میخواین که این ورزش که فعلا ادامه بدین پایو در تقابل ما محیط های پیش بره؟ نه به هیچ عنوان، چون محیط های ما محیط های از صفر تا صد رساندیم، یعنی هیچ وجود نداشت. ما امروز صدها مدال بین المللی داریم. ما محیط های چیزی رو که جور کردیم به هیچ عنوان نمیخوایم تخریب شوه یا خراب شوه. از اون خاطرم در حدود دو سال ما فقط بدون هیچ کدام تحرک قرار در خانه شیشتیم. مثل فدراسیون های دیگری که هستن، خب گرچه از موضوع پاهای دور نشویم، مثل فدراسیون های دیگری که فعالیت دارن، آیا هنوز هم رئیس قبلی فدراسیون از طرف فدراسیون جهانی پذیرفته شدن در پستشان هستن یا نه؟ رئیس فدراسیون قبلی در پستشان است. رویدادهای بین المللی را شما میبینین که تیمای محیط های شرکت میکنه، هستن در برنامه ها و او به خاطر از این زیادتر که اینجا در داخل افغانستان محیط های در سمت رفت که او سازمانی که در طول 15 سال رئیس قبلی کجا هستن ببخشید؟ آقای امیر حسین حسینی بیرون از کشور است فعلا. درست. پس حالا شما سبک پاهایتون که در قالب فدراسیون محیط های پیش میبرین برنامه‌هایتون رو چگونه دنبال میکنید؟ ما اولا این دستاورده برای رهبری تربیت بدنی و المپیک، رهبری ورزش افغانستان تبریک میگم و یک خواهش که دارم به عنوان یک ورزشکار، به عنوان یک کسی که کل عمر خود برای ورزش ماندیم، شما خوبتر در جریان هستین رسانه ها که از ما زندگیم کل زندگیم ورزش است، چیز دیگه نیست. عروسیتون هم در ورزش شده؟ دقیقاً. ما به جز ورزش در زندگی خود چیز دیگه ندارم. خواهش ما این است که امیر رقم که جناب حقانی صاحب که در اولین صحبتایش که در قسمت ورزش شد گفت که ورزش طرف مسلکی شدن پس میاریم. خب تا اون زمان سرپرستای مانده شد، سرپرستای یک تاریخ و یک وقت داره. ما خواهشی که دارم این است برای ما جمیل نته، برای یک ورد تصمیم یک ورزشکارای کنن که واقعا آینده ورزش در ذهن خودان، در قلب خودان میخواین که دمو مسیری که ورزش میرفت باید بره. یعنی خواهش ما این است که در بین خود فدراسیون محیط های ورزشکارایی که فعلا هست، چون ناامیدی در حد آخر رسیده. یعنی من برات بگویم که ما اگه با تمام مسئولین با هر کی صحبت میکنیم از آخر ناامیدی صحبت میکنه. ما اینجا یک پیام میتونم، اگر امی دوست ما سرپرست است هم میتونه جمع جورش کنه، اگر ایرو نمیتونم جمع شه مجمع عمومی ورزشکارا تصمیم بگیرن برای آینده خودان که دو سال گذشت یا عمر است که میگذره. برای سال آینده باید یک برنامه منظم تره باشه. انشالله من تلاش میکنم که در برنامه تا این حرف و حدیث هایی که اتفاق افتاد به زودی از مسئولین فدراسیون فعلی البته محیط های داشته باشیم تا کم بررسی بکنیم گفتگوها رو که نقطه ضعف کجاست. خیلی تشکر آقای محمدی که اومدین در برنامه. برای شما و برای تیمتون موفقیت می‌خوایم. ان شاء الله از این خبرهای خوش بیشتر داشته باشیم. تشکر. تشکر از شما، تشکر از تلویزیون آریانا و آرزوی موفقیت بر شما و برای ورزش افغانستان دارم. بسیار تشکر. بعد از وقفه برمیگردیم. دو ورزشکار از رشته پاهایوت که مدال گرفتن با خود قاد داشتیم. دو چهره ای که حتما با نامش آشنا هستین و در رقابت های مختلف محیط های از اونا مدال هایی را دیدین قبلا، فعلا در ورزش پاهایوت هم افتخار آفرینی کردن. مشعل اسلامزی کنارم است، ورزشکار محیط های و مدالیست پاهایوت، و همچنان در کنارشان جمیل ابراهیمی، ورزشکار محیط های و مدالیست پاهایوت. هر دو ورزشکاری که از رقابت های که سپری شد و آقای محمدی در بخش اول برنامه صحبت کردن بر ما افتخار آفرینی کردن. آقای اسلامزی سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام خدمت بینندگان عزیز و کارمندان تلویزیون آریانا. ان شاء الله که جور سر من باشه. همچنان جمیل جان خوش آمدین به برنامه. سلام، سلام. خدمت شما دارم، خدمت هموطنان عزیز کارگوشه دنیاست. امید که موفق کامگار باشین. بسیار تشکر. اینجا این رنگ ما سخت است یا رنگ مبارزات شما؟ اون که شاید کمی بهتر از این باشه. مشعل برای خودت کدام سخت است؟ برای من مشکل نداره دیگه. میگه پهلوان قهرمان که باشی اردوش یک، منظورم از ورزش پهلوانی نیست، میگه هم پهلوان باشم قهرمانی که بتونی اردوش حفظ کنی. مشعل چطور گذشت مسابقات؟ مسابقات خوبی بود، از صد بالای برخوردار بود.
که من سه عرف داشتم. عرف اولم از کشور ایران بود، توانستم نکاوتش کنم. عرف دوم از کشور عراق بود که حاضر با مسابقه نشد، توانستم برنده مسابقه شوم. و عرف سوم از تیم مهاجرین افغان بود که با امتیاز بالا شکستش دادم و مدال طلا برای افغانستان کسب کردم. پس گفت به این معنی است که ورزشکاری که از ایران آمده بود و ورزشکاری که از مهاجرین ما بود سطح بسیار فرق میکرد. بله. ورزشکار ایران در چه سطحی بود که برابر ناکاوت شد؟ ورزشکار ایران یک فایتر خوب بود، چون ضعفی که داشت من ضعفش هم مربیم پیدا کرد و همون چیزی را تکنیکی را که گفت من زدم ناکاوت شد. چقدر آمادگی گرفته بود جمیل برای مسابقات؟ در جریان هستیم که چقدر مشکلات داریم ما ورزشکارا بلند در افغانستان. آمادگی که بگم ما باید قبلا در افغانستان مثلا برای مویتای مبارزات مویتای میگرفتم نمیشه. مثلا در این مسابقات مشکلات خود داشتیم، از جمله تمرین یا که یک مشکلات اقتصادی ما برای ما پیش آمده که هم کار میکنیم هم تمرین میکنیم. باز هم خوب بود آمادگی خود که میگرفتیم، خوب بود که اول عرفیم از کشور ایران بود. واقعیت عرف ما که را اول گرفتم ترسیدم، گفتم حتما و شاید مرا برده بود در اول هم چنان همی. بعد در راوند دوم خود پیدا کردم میگذرد، چون اولین تجربه در مسابقات بود دیگه. توانستم راوند دوم ایران نکات کنم دیگه. بعد راوند با عرف عراقی که در فاینال بود همچنان ایران با سه راوند مبارزه خوب کردم که مربیم همچنان جمیل محمدی کابتان ما که مرشد اسلامزای در کنار ما بود، بسیار تشویقهای خوبه که مرا رنگ از روحیه بالا برخوردار بودم. توانستم سه راوند ببرم و مدال خوش رنگی طلا به کشورم. کدام مبارزه سخت‌تر بود؟ مبارزه با عراقی یه ذره فکر کنم چی بود، وزنش فکر کنم بالا بود، نظر به من یک ذره فیزیکش بالا بود، یه استرس خود داشتم. بعد با انگیزه یک به من استاد میداد و مرشد اسلامزای در کنار رینگ همراهیم بود، همراهی میکرد دیگه. ما با خوبی تونستم میره با این مقابله کنم و ایرش کسب کنم. پیروزی در مرحله‌ای بوده که استرس از بین برده، میگن که ریسک نکنی پیروزی بدست نمیاد. بله، مشکلات به خاطر که ما دو سال تقریبا هیچ مسابقه ای نداشتیم. حتی ما خودم تمرینا رو ولاغ کرده بودم به خاطر کار، گفتم دیگه کدام برنامه هم نداشتم، نه بخش مویتا و دیگه ورزش ها، چون ما رشته ما مویتای بود، همه چی ما مویتای بود و دیگه رشته ای که مثلا من چه دارم نه تمرین داشتیم تا مرتون اینو درست کنیم یک عمر تر میشد از این. ولی بازم دایی که مدت دو ماه تمرین داشتم، آمادگی خوب داشتم که هم دویش چیزا بالاخره بسیار خوب آمادگی کردیم و مسابقه خوب کردیم برای افغانستان، یک مدال خوشنگی دار کسب کردیم. میشه بپرسم که مشعل جدا از ورزش چیکار میکنی؟ من فعلا خودم خیاط هستم. و شما؟ خودم چندان کار نیست در افغانستان، میدونم چون شغل معلومی چه مشخص ندارم. چند روز قبل روز خبرنگار ورزشی بود در المپیک گرفته شد و اتفاقا یک از سخنرانان به نمایندگی از خبرنگار ما بودم. پیشنهاد ما به اداره ورزشی بود که شما مسئولین تکنیکی و با فهم همون ورزش را در پست‌های مشخص تعیین کنین تا ما خبرنگارانی که با اونا در تقابل با سوال و جواب قرار میگیریم دچار مشکل نشیم. در خیلی موارد شده که ما از مسئولین پرسیدیم و جوابی که ما از ده میپرسیم از درخت ها میگن بسیار سخت است. وقتی یک مسئولی در یک بخش قرار میگیره باید خودش اولا ورزشکار باشه، دومین تا که درد ورزشکار با پست و استخوانت حس نکنی هیچگاهی به ورزش شوی که در او بخش مسئول هستی نمیتونی کمک بکنی. و ما متاسفانه سال هاست که این روند را تایید کردیم، در خیلی از فدراسیون ها دچار این مشکل بودیم. آرزو میبرم که این مشکل دیگه دوباره دامنگیر ما نشود، آنگونه دردی که متاسفانه فعلا مویتای با او رو بروست این درد مداوا شد و روز برسه که دوباره فدراسیون مویتای را در راستای فدراسیون هایی ببینیم که از مسابقات بین المللی بر ما مدال و افتخار میره. چرا پاهایوت انتخاب کردی مشعل؟ پاهایوت چون استاد جمیل پیشتر جان مان که مویتای فعلا در دو سال اصلا یک مسابقات بر ما برگزار نکرد، چون از بیرون از مرز. ما خودم در سال 2018 نقره جهان دارم و در سال 2019 برنز جهان در موی تای. بله در موی تای. و متاسفانه یا فعلا در این شرایطی که رژیم تغییر کرد، فدراسیون فعلی کدام مسابقات را برای ما فراهم نکرد، زمینش چی نساخت که ما در این مسابقات های بیرون مرزی اشتراک کنیم. چون مسابقات ها در کل برای ما دعوتنامه می آمد، چون فدراسیون در رسمیت شناخته نشده بود نمیتونست ما اشتراک کنم در مسابقات.
جمیل یک کم معلومات بده در مورد کپ و کمربند. کپ هم کپ مربوط تیم است، یعنی مربوط کلیه ورزشکاران میشه که در ردی دوم قرار گرفته. دوم گرفتیم از نگاه تیمی. همچنان کمربند که از فنی ترین ورزشکارا که وسط تیمی بود، یعنی فنی ترین ورزشکار در این مسابقات بود. این مسابقات مسابقات جهانی پاهای بود. بله درست. چند کشور عضویت شده داره مشهر؟ عضویتش تقریبا بیش از 30 کشور داره عضویت سازمان. امسال ایران میزبانی رقابت دار داشت. وضعیت پاهایت چطور از بین ورزشکارای افغانستان؟ محیطای پاهایت او فرق نداره، فقط فرقش این همیست که آرنج زدن نداره و حساب تیلا دادن یا پاره نداره. دیگه او فرق نداره با محیطای نزدیک کسی یک بازی. به خاطر همی نزدیکی بودن انتخاب کرده؟ نه دیگه چون پیشتر بهتون گفتم چون شرایطی محیطای برای ما اصلا سخت است. دیگه اصلا هیچ اصلا یک وانس برای ما داده نمیشه که ما در مسابقات های بین المللی اشتراک کنیم. چند سال دارین خودتان؟ به خودم 21 سال. با شما؟ 25 سال. 25 سال. چند سال میشه که خدا واگذار کردین به ورزش موی تای؟ من حدودا 9 سال میشه که رشته موی تای تمرین. 6 سال میشه. 6 سال. در طول مدتی که موی تای تمرین کردین، این موی تای براتون چی شد؟ چی یافتین از موی تای؟ موی تای برای ما که بگویم اول عشق است. بدون موی تای اصلا من نمیتونم زندگی کنم، چون در تمام رگای موی تای است. موی تای بهترین ورزش است از نظر من، هرچند کل ورزش خوب است ولی به نظر خودم شخصا موی تای بهترین ورزش است. تا خودت چی یافتی از موی تای؟ ورزش که ورزشش فرق نمیکنه که چه رشته باشه، ولی مثلا یک آدم یک تکواندو رو خوب میکنه، یک موی تای رو خوب، یک فوتبال، چون همون عشقش میشه. حالا من تقریبا 6 سال که موی تای میکنم، آرزویم فقط همین بود که یک روز برم بیرون از کشور به خاطر کسب مدال طلا برای افتخار برای ملت مبارزه کنم. و تقریبا بخش از این آرزوهای خود دایم رسیدم. گرچه در اون رشته که بودم نرسیدم، ولی بازم خوب است. امروز به مدال طلا رسیدی؟ بله. حس میکنی که تشنگیت فروکش کرده؟ من مدال شاید اولین شاید شروع چی ما باشه، شروع بازیم باشه. قبلا شاید یک استادم از ما توقع داشت، شاید دو تام کلپیم، فعلا شاید بیشتر یک حجمه بیشتر از ما توقع داشت. تلاش منید بیشتر از سابق شدن برای کسب افتخار بیشتر تلاش کنم. بعد مشعل، میخوای که هر حرفی که در دل داری که میخوای بگویی او را بگو، چرا که شاید ما در ذهنم نرسه که او را بپرسم. من خواهشم از همه بزرگان همی است که با ورزشکاران باید توجه داشته باشند، چون ورزشکاران فقط به خاطر کسب غرور و افتخار برای افغانستان زحمت میکشند، حتی همین مصرف هایی که میشه کلشان از جیب خود میده. در شرایط خیلی سخت در این مسابقات ما رفتیم، از افغانستان رفتیم و مدال کسب کردیم و خواهش ما از این است که رسیدگی شود یک ذره به ورزشکار. خیلی تشکر مشعل اسلامزی و جمیل ابراهیمی، ورزشکاران و مدالیست های ما. بسیار خوشحال شدیم در برنامه داشتیم. انشالله که شاید افتخارات بیشتر باشیم. انشالله. بسیار تشکر. سلامت و خیلی تشکر از همراهیتان. لطفا نظریات پیشنهاداتتان در صفحه فیسبوک آرین اسپورت و یا هم زیر ویدیویی که همین لحظه مشاهده میکنین در صفحه یوتیوب بگذارین، در دسترس ما قرار خواهد گرفت. تا برنامه بعدی، خداحافظ.